ادوکات عبدالرحمن شریپوف خبر داد که بزید دو ژورنالیست و بلوگر شناخته توجیک دلیر امومالی و عبدالله غربتی پرونده های جنایتی آغاز کردند و هر دو در تفقیفگاه نگهداری موقتی نگاه داشته می شوند. به گفته ادوکات بزید دلیر امومالی بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بند ای کودکس جنایتی توجیکستان با اتهامات فعالیت صاحبکاری غیر قانونی و دیده و دانسته دادن خبر بردروغ اوید صادر شدن جنایت پرونده با شده، بزید عبدالله غربتی بر اساس ماده 328 قسم 1 با اتهام استفاده زوروری به مقابل نماینده حکومت پرونده کشودند. دلیر امامعلی صبح 15 میون در نویه عینی دستگیر شده با دوستانی نویه شومنصور شهر دوشنبه آورده شد. عبدالله غربتی را نیمه دوم روز 15 میون به اینجا دعوت کردند و بعد ساعت او را نیز به حبس گرفتند. عبدالرحمن شریپوف در صحبت به رادیو آزادی خبر داد که دلیر امامعلی در بازپرسی گفته است او نوار بس برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. در مسئله صاحبکاری غیر قانونی دلیر امامعلی گفته است که او عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان است و یک سال آخر به فعالیت بلاگری هم مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امامعلی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم اما از فعالیت بلاگریش فایده گرفته است. دلیر گفته است او ندانست که برای این فعالیتش باید اندو سپارد. وکیل دفاع افزود عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهامات علیهش اعلان شده را رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان میلیسه را نداشت. وکیل دفاع از قبل عبدالله غربتی گفت مرا بعد بازپرسی از بنای شعبه وزارت کارهای داخلی شامنصور یک جواب دادند. در وقتی از اولی شعبه وزارت کارهای داخله برآمدند در نزد پاسگاه کارمند میلیسه پیش رو هم رو گرفت و مرا دوباره به پلیس درآوردند و اعلان کردند که من گویا کارمند میلیسه را زده باشم. روز 4 میون نیز دلیل امومعلی را برای صحبت کوتاه به دوستانی نوعی شامنصور آورده 5 ساعت با یک شکل خشونت آمیز بازپرسی کرده بودند. دلیر امومعلی بعد رو یافتنش نقل کرد که در جریان بازپرسی او را چند مشت و شپوتی هم زدند و وادار کردند تا دو ویدیوش درباره چپه کردن خانه های مردم در نوعی شامنصور را از کانالش در یوتیوب کور کند. به دنبال سر و صداهای خیز که اون پرکورور مشزور داماد یک رهبر پرنفوذ جمهوری بوده است، ولی تا حال کسی اسم او را نشر نکرده است. بنا به اطلاع دریافتی دوستان نوعی شامنصور، پرویز اشوریان صحنه تولدش 5 ینور سال 1984 در حقیقت پسر وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان و داماد رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شایان می باشد. ولی دقیق نیست که آیا دلیر امومعلی را روز 4 ایون او زده بود یا یگان کارمند دیگر دادستانی شامنصور. در پی آن حادثه یک گروه نشریه‌ها و سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان نیز برخورد خشونت‌آمیز نسبت به دلیر امومعلی را محکوم کردند و از مقامات خواستند که تعقیب ژورنالیستان را بس کرده گناهکاران بازداشت و لتوکوب دلیر امومعلی را جزا دهند. شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان نیز در یک مراجعت‌نامه از رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امومعلی خواست آن کارمندان مقامات انتظامی نوعی شامنصور را که در بازداشت و لتوکوب بلاگر و ژورنالیست شناخته دلیر امومعلی دست دارند آشکار کرده آنها را به جوابگری بکشانند. دلیر امومعلی در چند ماه آخر با سلسله ویدیوهایش در موضوعهای داغ جامعه تاجیکستان سر و صدای زیاد به پا کرد و در یک مدت کوتاه شماره آبوناچیان کانال دلیر امومعلی در یوتیوب قریب به 150 هزار نفر رسیده است. عبدالله غربتی در تهیه گزارش‌های ویدیویی به دلیر امومعلی کمک می‌کرد.